شما فرمودید که با آقای نجفی و آقای مشایخ رفیق 35 ساله مثل سه تا برادر بودیم، مثل سه تا برادر بودیم. حسن این 8 من خوبه که 800 میلیارد هم میخوام میده، من ازش میخوام کل لواسه من به نام من بکن میکنه، بگم کارخونه به نام من بکن میکنه. چرا؟ میکنه، دوستیه، رفاقته. آقا شما اینجور دوست ندارید؟ ندارید، من چیکار کنم؟ به تازگی دادگاه رسیدگی به تخلفات اکبر طبری از معاونان رئیس پیشین قوه قضاییه برگزار و ابعاد تازه‌ای از تخلفات مالی مرتبط با او گشوده شد. پرونده‌ای که پای غلامرضا منصوری قاضی سابق لواسان را هم به ماجرا باز کرد. منصوری از کشور خارج شده است. در یکی دو سال اخیر و به خصوص بعد از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و نوسانات قیمت ارز، سکه، مسکن و خودرو، تقریباً هر چند روز یک بار خبری با موضوع مفاسد اقتصادی و مالی فرد یا افرادی در رسانه‌ها منتشر شده است. اما پرونده طبری از این جهت مهمتر از دیگر پرونده‌های مفاسد اقتصادی است که مستقیماً به مجموعه قوه قضاییه مرتبط است، مجموعه‌ای که در حالت طبیعی انتظار کمترین فساد در آن وجود دارد. طی سالهای اخیر این مجموعه درباره برخی از پرونده‌ها از سوی مقامات دولت‌های مختلف کشور از جمله محمود احمدی نژاد و حسن روحانی مورد سوال و بازخواست قرار گرفته است. در این حال رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و مفاسد مالی همواره مطالبه جدی رسانه‌ها و عموم مردم بوده، چنانچه یکی از آرمان‌های مردم انقلابی سال 1357 نیز همین مسئله مبارزه با فساد بوده است. حالا این مسئله به ویژه در چند سال اخیر که تکانه‌های اقتصادی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی تأثیر گذاشته و حجم مفاسد هم گویا شدت بیشتری گرفته، مهمتر جلوه می‌کند. مسئله دیگری که اهمیت پرونده طبری و به خصوص علنی شدن دادگاه او را نشان می‌دهد، افشای آن کمی پس از تغییر ریاست قوه قضاییه و بر مسند نشستن سید ابراهیم رئیسی است. این تلاقی زمانی بسیاری را نسبت به بروز رویکرد تازه‌ای در قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی برخی مسئولان خوشبین کرد. البته مسئله اساسی تر از این خوشبینی مطالبه برای توقف فساد هاست که شاید هنوز به این مرحله نرسیده باشیم و قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی به راه حل جامعی برای جلوگیری از تخلف های سازمانی، رانتی، احتکار و ارتشا در برخی نهادها نرسیدند. شاید برای همین است که افکار عمومی با رسیدگی به یک یا چند پرونده مفاسد در طول یک سال قانع نمی شود. تنها کافی است به ماجرای خودروهای احتکار شده در روزهای اخیر نگاه کنیم تا دریابیم ضعف قوانین و در این حال دور زدن آنها به عنوان بخشی از چرخه تخلفات همچنان وجود دارد و مردم هر روز منتظرند خبر تازه‌ای از فساد متصل به یک مجموعه دولتی، شبه دولتی یا فرادولتی را بشنوند، بدون اینکه تأثیر کوتاه مدت یا دراز مدتی از این بگیر و ببندها را در زندگی خود احساس کنند. از سال گذشته با تشدید برخوردها بسیاری از پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی در دادگاه‌های ایران مورد بررسی قرار گرفت که بازتاب زیادی در رسانه‌ها پیدا کرد. یکی از آنها پرونده شبنم نعمت‌زاده فرزند محمد رضا بود، متهم ردیف اول پرونده فساد مالی و احتکار دارویی که همراه همدستش احمد رضا لشکری پور نهایتاً هر کدام به 20 سال حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی نیز از خرداد سال 95 خبری شد. سخنگوی قوه قضاییه در مهر ماه سال 98 درباره سرانجام پرونده گفت: در ارتباط با آقای حسین فریدون دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفته و رأی نهایی خودش رو صادر کرده. در دادگاه تجدید نظر در مورد 3 نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌های مد نظر مورد لحاظ قرار گرفته از ناحیه دادگاه تجدید نظر. در مورد خود آقای حسین فریدون 7 سال حبسی رو که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به 5 سال تقلیل داده، اما بقیه مجازات های ایشون یعنی جزای نقدی و اون مبلغی که به عنوان رشوه مطرح بود و 31 میلیارد خورده ای رو بایستی بپردازن.
حسین فریدون 24 مهر ماه سال 98 برای اجرای حکم خود به زندان اوین رفت و در حال حاضر در حال گذراندن دوران محکومیت است. همچنین پرونده مهدی جهانگیری نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر معاون اول رئیس جمهور، پرونده یاسین رامین فرزند معاون مطبوعاتی اسبق وزیر ارشاد، پرونده قطور و گسترده فساد بابک زنجانی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، پرونده شهرام جزایری، پرونده سید محمد هادی رضوی داماد وزیر رفاه و احسان دلاویز، پرونده حسین هدایتی، پرونده علیرضا زیبا حالت منفرد موسوم به جعب سیاه بابک زنجانی و حالا آخرین آنها که همین پرونده تبری است، کسی که در زمان آملی لاریجانی معاون امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست بود و در 20 سال گذشته سمت‌های مختلفی در قوه قضاییه داشت و حالا ابعاد تازه‌تری از فسادهای او و افراد وابسته به او افشا شده است. اما احتمالاً برای افکار عمومی این مقدار کافی نیست. مردم معتقدند باید کانال‌های بروز و گسترش فساد در سازمان‌ها و نهادهای مختلف بسته شود، چرا که در زندگی آنها گرفتاری‌ها و مشکلات پایانی ندارد و تداوم فساد اعتمادشان به مسئولان را هر روز بیشتر کاهش می‌دهد. برای مردم تنها افشای تخلفات و محاکمه متخلفان کافی نیست. آنها امیدوارند راه بروز فساد بسته شود.